بگو بگو. برو برو برو، اگه گیرم بیافتی میدونم چی کارت کنم. بد صدای بد ترکیب. سلام سعید. سلام حاجی. ببینم بالاخره گنج رو پیدا کردی یا نه؟ هنوز نه، ولی بالاخره پیداش میکنم. چرا نمیای پیش خودم کار کنی؟ گنج رو ولش کن بابا. نه حاجی، میخوام پولدار بشم. بیا پیش تو شاگردی کنم. نه خیلی سلام مش رسول، یه نونه برشتم به من بده. سلام، خودت برده. ببینم پرنده خوشبختی رو پیدا نکردی؟ بالاخره میاد. امروز صبح دوباره خوابش رو دیدم، اومده بود تا نشونی یه گنج رو به هم بده. خوب خوب، خدا بگم خروس رقیه خانم رو چی کار کنه؟ درست وقتی پرنده میخواست نشونی یه گنج رو بده، خروس قوقولی قوقو کرد و از خواب پرید. سر از فکر خیال بیار بیرون، زندگی چیز دیگه ایه، اونی نیست که شبا تو خواب میبینی. بالاخره یه روز همه تون میفهمین حق با منه مش رسول. امیدوارم همینطور که میگی باشه، ولی تا اون موقع کجا؟ این پسرم همش تو خواب و خیالات. اوستا پاشا، اوستا 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 پاشا، اوستا پاشا، اوستا پاشا دیگه. چیه چیه؟ چی شده؟ چی شده؟ چرا داد و فریاد را انداختی؟ چیزی نشده استاد، سعید اومده. خب اومده که اومده. استادتون هم نمیخوای یک کمی با هم بخندیم؟ بیا سعید، بیا اینجا، استام کارت داره، بیا جلو پسر خوب. سلام استاد. سلام سعید جون، بیا تو. جعفر گفت با من کار داریم. استاد جریان پرنده رو براش تعریف کن. جریان پرنده؟ آره برات یه خبر خوش دارم. چه؟ خبر خوش داری؟ آره الان داشتم خواب میدیدم. خوب استاد تعریف کن. دیگه نزدیکه. چی نزدیکه استاد؟ اومدن پرنده خوشبختی رو میگن دیگه. دیدیش؟ آره خیلی قشنگ بود، براش هزار تا رنگ. هزار تا؟ منم نمیشه دیگه. چی دیده نوستا؟ تعریف کن ایسا، تعریف کن، بگو بگو. آره ازش پرسیدم پرنده خوشبختی بالاخره کی سراغ داشت سعید مامون؟ خب اون چی گفت نوستا؟ خب گفت به همین زودی ها میاد. راست میگه نوستا. مگه باهاش شوخی دارم؟ اصلا من و تو مگه هم سن و سالیم که باهاش شوخی کنم بابا جان؟ ها وای خدا، خودش اوستا نمیشه یه دونه از این خوابای طلایی هم واسه ما بدبخت بیچارا ببینی؟ نه پرنده خوشبختی که سراغ هر کسی نمیاد. چیگه من خوشبخت شدم؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ بخوام میخرم وقت محروم میشم، همه بیان احترام بزنم. چی میشم اوسا؟ چی میشم اوسا؟ سرکه داری؟ جعفر دیگه چیزی نمونده، دیگه چیزی نمونده، خوشبخت شدم. Heh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 
گنجیشکه اینجا چی کار میکنه؟ نکنه پرنده خوشبختی باشه؟ نه بابا، اون پرنده پرای رنگارنگ داره. بهتره کبابش کنم، اینجوری لاقل یه دلی از ازا در میاره. چیه؟ میخوای نخورمه؟ اگه پرنده خوشبختی بودی نمیخوردمه، ولی پرنده که نیستی چاره ای ندارم. من با این جسم گوشتی ندارم که میخوای منو بخوری. تو حرف میزنی؟ باورم نمیشه، نکنه خیالاتی شدم. نه خیالات نیست، تو منو نخور، من در عوض 3 تا پند به تو میدم، چطوره؟ پند میخوام چیکار؟ دلت خوشا؟ نه اینکه از صبح تا شب هیچکی به این پندا نصیحت نمیده. بهت قول میدم پندای من کم از خوشبختی نباشه. خوشبختی؟ باشه قبوله، باشه بگو بیشتر. ولی یه شرط داره. چه شرط؟ خب چه شرطی؟ پند اولو وقتی توی دستتم میگم، دومی رو وقتی لبه پنجره باز نشستم، و سومی رو وقتی رو شاخه درخت رفتم برات میگم. باشه، از خیر خوردنت گذاشتم گنجش کوچولو، حالا اولیشو بگو. بگو بگو. هیچ وقت حرف محالو باور نکن. این هم شد پند؟ اینو که بقال سر کوچه‌مونم بلده. این کجا شبیه خوشبختیه؟ اون مثل گنجه. اگه بهش فکر کنی و عمل کنی کم از گنج نیست؟ نمیخواد منو نصیحت کنی، بهتره یه لقمه یه چپت بکنم. ولی من و تو با هم قول و قراری داشتیم. قول و قرار رو بلش کن، شکم گرسنه این چیزا حالش نیست که. بعید میدونم پرنده خوشبختی سراغ آدم بد قول بیاد. نکنه پرنده خوشبختی قهر کنه و نیاد. خب بگو. دوم اینکه برای چیزی که از دست دادی غم و غصه نخور. تو خیلی نادونی جوون. آره خودم میدونم. خب از کجا میدونی؟ از اونجا که غذای خوبی مثل تو رو از دست دادم. حالا فهمیدی گنجش کوچولو؟ نه، از اونجا که پرنده خوشبختی تو از دست دادی. پرنده خوشبختی؟ وای، تو پرنده خوشبختی و شانس من بودی. خواب اون سراسه درست اگه منو میکشتی تو شکمم یه جواهر یه منی پیدا میکرد. میدونستم حقمی که همه اون بدبخت و بیچاره بمونم. الان خودم رو میکشم. آره الان خودم رو میکشم. چکشم من اشتباه کردم. میخوای بیام تو دستا؟ آره بیام. هنوزم میگم تو احمقی. حق با توه، بهتره بمیرم. فکر میکنی اگه بمیری چی میشه؟ خب راحت میشم، از دست زندگی نکبت با راحت میشم، میمیرم. بگر نیست به جایی که خودتو بکشی سعی کنی آدم عاقلی بشی. تازه پند سومم مونده. پند سوم؟ آره، ولی پند سومم به درد تو نمیخوره. چرا؟ تو همین الان 2 تا پند اولو فراموش کردی. چطور ممکنه پند سومو برات بگم؟ نه خیر، فراموش نکردم، یادم گنجش کوچولو. توی پند اول بهت گفتم هیچ وقت حرف محالو باور نکن. تو منو توی دستت گرفتی، دیدی که وزن من نیم منم نمیشه. چطور امکان داره یه جواهری منی تو شکم من باشه؟ توی پند دوم گفتم برای یه چیزی که از دست دادی قصه نخور، ولی تو بعد از اینکه من از دست دادی میخوای خودتو بکشی. آره راست گفتی پرنده کوچولو. این زندگی هر کس موقعیت هایی هست، آدم باید آماده و هوشیار باشه و از اون موقعیت ها استفاده کنه. من سر قول خودم هستم، هر وقت تو به دو پندی که دادم عمل کردی، من سر همین درخت میام و پند سومو برات میگم، به شرط اینکه بتونی راه درست زندگی رو پیدا کنی مثل یه مرد.